درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان. سعید بهبانی هستم در این روز جمعه، جمعه خوب و جمعه دوست داشتنی، جمعه ای که برای ما پر از خاطرات زیبا و دوست داشتنی و بیادماندنی است. یکی از من پرسید که شما چرا هیچ وقت راجب خاطرات تلخ نمیگی؟ معمولا میگن تلخ و شیرین. گفتم به خاطر اینکه انسان این خاصیت جز ذاتشه، درونی شده، بهش میگه موجودی است راحت طلب و به دنبال آسایش حرکت میکنه. از جمله اینها یکشم این بحث فراموشیه. انسان به سرعت برق و باد فراموش میکند و به همین دلیل خاطرات تلخ زودتر از این جلوی ذهن به بخش بایگانی ارسال میشود. به همین دلیل ما همیشه خاطرات شیرین رو بهتر به یاد میاریم. مثلا رفتیم عروسی چون دونم فخرزادات و عباس‌آقا، ماجرا این بودش که اون لحظات شیرین به سرعت در مغزت به یادگار میمانه، اما اگه رفتیم فرض کنیم که خانم بگم مرده بود، نمیدونم سر خاکش رفتیم، زیاد چیزی ازش تکرار نمیکنیم. اما جمعه است، نیمه سپتامبر است، 15 سپتامبر 2017. میدونی که این خانم کلینتون هم یک کتابی رو از این داستان منتشر کرده تحت عنوان What Happened، چی شد، چه اتفاقی افتاد و چطوری شد که اینطوری شد. بعضی وقتا این جملات انگلیسی رو اون بحث اکسیون هست، نقطه گذاری یا تکیه گذاری به روی کلمات هست، میشه با عوض کردن تکیه یا اکسیون اون معنا رو تغییر داد. حالا این داستان با هپندم تو همون زمینه هست. مثلا روی سنگ قبری نوشته شده بود که این جز خاطرات زندگی من است. روزگاری در موقعی که تازه به اروپا اومده بودیم و اینها، از مسیری که حرکت میکردیم بریم سمت خونمون، اونجا یه قبرستون بود و میونبر این بودش که ما وسط این قبرستون پیاده بریم، زودتر میرسیم یا حداقل راه کمتری رو طی میکنیم. اون وقت شده بود تفریح که او این سنگ قبره رو ببین که مال 1700ه، اونو ببین مال 1800ه، همجوری نگاه میکردی. جمله یکی خیلی جالب بود که نوشته بود که یک کسی به همسرش نوشته بود که این loving memory، به یاد خاطرات شیرین و دوست داشتنی همسر نازنینه، و تلاش کرده بود یه شعر زیبا هم براش بگه و نوشته بود که rest in peace until we join again، یعنی آسوده بخواب تا ما به هم بپیوندیم. اما وقتی ما این رو میرسیدیم سر این قبره، بی خودکی میخندیدیم و برای اینکه میشد اینجور تعبیرش کرد که طرف به اون همسر نازنینش گفته که حالا دیگه فعلا آسوده بخواب تا وقتی که ما به هم دوباره به هم بپیوندیم. حالا این داستان What Happened خانم کلینتون هم همون گونه میشه تغییرش داد. و این یکی دو روزه تلویزیون ها با این خانم مصاحبه کردن و بهترین مصاحبه به نظر من مصاحبه خانم راشل مدو بود در تلویزیون MSNBC که همه برنامه خودش رو در حقیقت برای این کار اختصاص داده بود و برنامه هم زنده بود، از پی ضبط شده نبود. جالب بود
و به نظر من همیشه این جمله رو تکرار کردم که این وقایعی که در آمریکا اتفاق افتاد بسیار درس خوب و مهمی است برای کسانی که به فکر میهنشون هستن. میتونن این وقایع رو نگاه کنن، ثبت کنن، چنان که بزرگان ما، پدر بزرگای ما در عصر مشروطه چنین کردن. اونها هم نگاه به دست ننه کردن و مثل ننه قلبیره کردن، یعنی اومدن به فرنگ و در فرنگستان یاد گرفتن که ماجرا چیست، چگونه است. ملکم خان نامه می نویسد و به ناصرالدین شاه و مواردی رو اشاره می کنه، از جمله اینکه در اون نامه معروف اشاره می کنه که اینها در اینجا کارخانه آدمسازی دارن و ما اوج کارمون کارخونه آفتابسازی داریم، بیشتر از این نداریم. وقتی میپرسن که کارخونه آدمسازی مقصود چیست، اشاره میکنه به مدرسه و دبیرستان و دانشگاه و میگه این تو آدم میسازه این دانشگاه، ما باید به سمت کارخانه آدمسازی برویم. اینها به غربی ها نگاه کردن، فکر کردن، گفتن آقا داستان در یک کلمه خلاصه می شود و اون هم قانون است، باید مملکت رو به سمت قانون هل داد، اتفاقی که هنوز تو مملکت نیفتاده، قانون جا نیفتاده. چرا این جا نمی افته؟ من میخواستم به یه موضوعی اشاره کنم و اون بحث دیسکورس یا گفتمان است، چون این مسئله شده برای عده ای از دوستان، مرتبا از من میپرسن که آقا بزنیم درستش کنیم، میشه شده نیست، ظاهرن شدنی. چون من میبینم که این موضوعی رو که مطرح کردم که اخلاق یه جامعه، الان بحث بر سر اینه که آقا اخلاق در سیاست و سیاست مدار اخلاق مدار و این اتهامات رو به آدمی مثل یزدی زدن واقعا ظلم به سویه است که بگیم که اینها سیاست مداران اخلاق مدار بودن. پایه اخلاق در درستکاری و راستی است. اینا دروغ گفتن، یزدی یه آدم دروغگوه، بنابراین نمیتواند اخلاق مدار باشد به همین سادگی. وقتی که گفتم که اخلاق امری است که از بالا شکل میگیره و اون نامه رو هفته پیش برات خوندم که اون آقا برای من دوباره نامه نوشته بود که آقا شما نمیفهمی، منم پذیرفتم که نمیفهمم، اما از حرفم بر نمیگردم، برای اینکه ما اخلاق اصولا یه گفتمانه و مثلا اگر که همین رو بیاریم در ده فرمان قرار بدهیم، میبینیم که ده فرمان موسی از روز ازل تا روز ابد کاراست. چرا؟ چرا که راجبه مسائلی حرف میزنه که شامل ظرف زمان و مکان نمیشود. در باب اخلاق، دزدی نکن، دروغ نگو، خیانت نکن، این دیگه فرقی نمیکنه در چه زمانی، در چه مکانی، هیچ تفاوتی نمیکنه.
وفای به عهد، حتی شما در آثار نویسندگان چه میدونم گذشته هم میتونی ببینی، تو ایلیاد هومر هم میشه ببینی، تو شاهنامه فردوسی هم میشه ببینی. راستی صحبت فردوسی شد، با خودم فکر میکردم که چند بیت فردوسی شعر داره مگه؟ میگن 1200 بیت. بعد میگن 30 سال رو این کار کرده، بقیهش رو چیکار میکرده؟ یعنی مثلا چطوری میشه 1200 بیت شعر رو تو 30 سال بخوای بیان کنی؟ یعنی هر 2-3 روز یه نیم بیتی میگفتی میرفتی میخوابیدی؟ یه جای داستان کجه، یه جای داستان اشکال داره. اما چرا میپذیری؟ چرا این گفتمان رو میپذیریم که عجب زنده کردم بدین پارسی، بسی رنج بردم در این سال 30؟ عجب زنده کردم بدین پارسی، این یه گفتمانه. گفتمان که اخلاق یه گفتمانه، یه دیسکورسه. رسانه ها در ترویج گفتمان نقش اساسی داره، نقش اصولی داره. با یه بزرگی عزیز نازنینی صحبت میکردم، ازش پرسیدم که شما آیا 40 سال پیش از این در دوره پیش از انقلاب ما اصلا راجع به گرمایش زمین حرف میزدیم؟ نه. ما چه میدونم راجع به پرتاب موشک کلاهک هسته‌ای حرف میزدیم؟ نه. چرا؟ برای اینکه اینها جزء محیط زیست، جزء گفتمان نبود. ما اینها رو از طریق رسانه ها و تکرار در رسانه ها هر روز و هر روز یاد میگیریم. امر تکراره. اینکه رسانه یه موضوعی رو بیاره وسط و مرتب راجبش حرف بزنه. من و شما و همه ما این روزا میشنویم، میبینیم که راجع به این که نمیدونم دین اینجور است و اونجور است، هر کسی یه جور اظهار نظری میکنه. اما این که ما دوچار یک حکومت دینی شده ایم و تمام مصائب ما از اونجایی نشأت میگیره که یه حکومت ایدئولوژیک بر سر ما حاکم است، اون هم از نوع عقب افتاده قرون وسطاییش، دانشگاه الازهر. یه لینکی رو نگاه میکنیم با هم که نوشته که فقط وقتی آدم ها تلنگشون در میره یا میگوزن، فقط گوزهایی که بوی پیاز، سیر یا کلم بدهند وضو را باطل میکنند. طبق تحقیقات در دانشگاه الازهر همه گوزها وضو را باطل نمیکنند. موضوع پایان نامه دکترا در الازهر گوزهای کمتر از 4 ثانیه یا با شدت کمتر از 30 دسیبل مثل شدت صدای پچ پچ وضو را باطل نمی کنند. گوزهای بدون بو خونسا هستند. تحقیقات کاملا علمی بوده
و عنوان تز یکی از دانشجویان دکترای این دانشگاه باشه که جایزه هم برده. و بعد هم واقعا باید بعد از رشته دکترا در بچه بازی و علوم قرآنی و اینها، حالا فهمیدیم که یه رشته گوزشناسی هم دانشگاه پیدا کرده، دانشگاه الازهر، دانشگاهی که روزگاری اعتبار اسلامی بود. ببین داستان به کجا رسیده که یک چنین دانشگاهی، یه مرکز علمی اسلامی باید دست این آدما قرار بگیره. و این در شرایطیه که فرض کنید که توی همینجا یه آدمایی پیدا میشن و میخوان به ما ثابت بکنن که نه، یه نوع قرائت دیگری وجود دارد، هیچ قرائتی وجود ندارد، اینی که رایج جاری است این همان است که بوده، این نیاز دارد که تعطیل بشود، این نیاز داره که به محاق توقیف بره. هیچ راه تغییر اصلاح اینها درش وجود نداره. الان شما نگاه بکن به اطراف خودت و ببین که چه اتفاقاتی داره میفته. امروز دوباره در لندن زدن، نمیدونم، بمب ترکوندن که تازه شانس آوردن، میگن این بمب عمل نکرده. تازه عمل نکرده، نصف صورت یا رو سوزونده و برده. میگه طرف گوشی تلفن دستم بود، یه وقت صدای انفجار اومد، بعد یه گلوله آتیش اومد خورد تو صورتم. وقت این طرف داستان نگاه کن ببین این آقای عالی جناب که رئیس مملکت آمریکا شده است چه عکس العملی نشون میده. میگه بچه ها رو راه نده، بچه هایی که بدون والدین خودشون وارد آمریکا شدن، میگه بوده 800 هزار نفر اینا تعدادشون، اینا رو برشون گردونی از آمریکا بیرونشون کنی، در حالی که در میان این بچه ها استعدادهای متفاوت وجود داره. اما عالی جناب تصمیمش رو گرفته. موضوع این که مطرح کردم راجع به همین خانم کلینتون و کتاب What Happened، موضوع جالب توجه که من روش خیلی تکیه کردم، دیدم خانم کلینتون هم به همین موضوع اشاره کرده. وقتی ازش پرسیدن که حالا چه خواهی کرد، گفت ما یک سازمانی رو تشکیل دادیم که کمک میکنه به اون گروه ها دستجاتی که در طی این انتخابات مطالعه میکنن و تحقیق میکنن راجع به مسائل پیش آمده و راهکارهای مبارزه با اون. خوالته ایشون میگفتش که نمیدونم ما جنگمون جنگ داخلیه، اختلاف داخلی داریم، به خارجی ها ربطی نداره. درست، ولی باید بپرسیم از خانم کلینتون خب این فقط مربوط به شما یا مربوط به سایرین هم میشود؟ این کجا قرار میگیره؟ موضوع داخلی موضوع فقط مختص آمریکاست یا جای دیگه هم این قانون قابلیت اجرا دارد، مثل ده فرمانه؟ چجوریه؟ چرا شما در امور کشورهای دیگر دخالت میکنی؟ بدون آگاهی، بدون شناخت، بدون اطلاع از شرایط. امروز جمعه است، یاد بکنیم از آقای دکتر ودیعه نازنین، براش آرزوی سلامتی بکنیم، براش آرزوی
روزهای بهتر بکنی. همواره بر این نقطه پای کوبی که این آمریکایی ها اشتباه میکنن. علتش اینه که نمیشناسن منطقه رو، نمیشناسن مردم اون مناطق رو، نمیشناسن. با فکر خودش قیاس میکنه. ما میتونیم از همین شرایط که در آمریکا اتفاق افتاد، از همین مسائلی که وجود داره، قانون در این موارد چه میگوید، یاد بگیریم، منتقل کنیم اینو تو مملکتمون. همون گونه که پدران ما یا پدر بزرگای ما در دوران مشروطه انجام دادن، ما هم میتوانیم این کارو بکنیم. یه ضرورته، یه حکمه. شما نگاه میکنی میبینی که امروز جامعه تو نگاه بکن، امر قیاس دیگه، ساده ترینش مقایسه است. برمیگردیم به 40 سال پیش. این به من دروغ گفت که راه سعادت از دین میگذرد. راه سعادت از دین نگذشت. ما به تاریکی سیاهی رسیدیم. چرا؟ برای اینکه سیاست مدارای ما اهل اخلاق نبودن. همیشه گفتم شما تو تاریختون وقتی نگاه میکنی به تاریخ مملکتمون، ما مشعلدار نداریم، ما جرقه داریم. و جرقه وقتی در تاریکی مطلق در ظلمات جرقه بزنی، نورش فوران میکند، اما دوام ندارد. راه گشا نیست، لحظه است، نمیتونی مسیرتو پیدا بکنی. امیر کبیر یه جرقه است، مصدق یه جرقه است، مشعلدار نیستن اینها. یکی دیگه از نکاتی که جالبه و باید بهش دقت کرد، این بحثایی که توی این صحبتهای کتابا و بزرگان میشه، که تصور میکنن مثلا وقتی راجع به رنسانس حرف میزنی، وقتی راجع به دوران روشنگری و انلایتمنت حرف میزنیم، عصر خرد، عصر روشنگری، اینا خیال میکنن که مثلا یه آدمی مثل هابز، روسو، دکارت، مونتسکیو اینها یا همینجوری بی خودکی یا از آسمون پلوپی افتادن پایین. نگاه کن اینجوری. و وقتی کم اومدن ببین مثل اونجا دین رو گشتن کنار، در حالی که میبینی اینطوری نیست. تو همین آمریکا رو پول، هفته گذشته که با آقای خویی صحبت میکردیم راجب شرف زگور رو پول آمریکا نگاه کن، نوشته In the name God we trust. اعتبار پولش به خداست. اینجور نیست که اینو پرت کنه بندازش کنار. اگر این رفرم و تغییر در درون کلیسا صورت نمی گرفت که بهشون کشیشای سکولار می گفتن، اگر این به وجود نمی آمد، اگر آدم هایی فرض کنید که مثل لوتر مارتین لوتر دیگه پروتستانت میکنه، مخالفت میکنه، پروتست میکنه، مکتب پروتستانتیزم رو درست میکنه، اونی که توماس چی اسمش کیانس، اگر اینها نمی اومدن
و قرائت خودشون رو نمیدادن. اما شما نگاه کن در ایران ما، برات میگم دیگه، در الازهر کارش رسیده به این که راجع به این که چه گوزی نماز رو باطل میکنه حرف بزنه. این امکان عقلی ندارد که این تغییر کنه، رفرمی درش ایجاد بشه. تا بتواند سکولار از دوش بیرون بیاید، آخوند سکولار داشته باشه. یه راه فقط برای این وجود داره، کشیدن این گفتمان یا دیسکورس میان مردم، و این کاری که داره اتفاق میفته، گرچه که نمیداند، گرچه که معناش رو نمیداند، اما حسش و تجربهش بهش حکم میکنه که وضعیت سکولار یعنی بیرون راندن دین و ایدئولوژی از دستگاه حاکم به نفع مردمه. اینو فهمیده. این گفتمان در اثر تکرار و تکرار و تکرار به میون مردم آورده شده. اما تئوریسین های ما در این زمینه شناخته شده نیستند. کار کم شده تو این زمینه. این ماجرا رو امروز میشه به گونه های مختلف دید، حرف زد، صحبت کرد و تعریف درست داد از قضیه، نه غلط. نه اینکه بگیم که بله در اون دوران هم یکی دوتایی بودن ولی زیاد تأثیر نداشتن. تأثیری که اینا داشتن اتفاقا بیشتر از تأثیر دکارت و روسو و اینا بوده. تأثیری که لوتر داشته، کیانس داشته، اینا تأثیرشون بیشتر اتفاقا. اینا راه رو باز کردن، اینا با چنگ و دندون راه رو باز کردن تا بحث ایجاد کنن، تا یه گفتمان جدید رو وارد بکنن. ما متاسفانه همونطور که بارها گفتم، بارها و بارها به عرض رسوندم، ما اصلا به این عناصری مثل تاریخ و نمیدونم جغرافیا و ادبیات اصلا اهمیت نمیدیم. و تا زمانی که به این عناصر یعنی تاریخ، جغرافیا، ادبیات اهمیت ندیم، حال روزمون همین نیست که هست. انتظار اینی که حاکم در این جهان امروز، جهانی که یه مش قاچاقچی دارن ادارش میکنن، کارتل های قاچاق مواد مخدرن، در روزگاری فکر میکردن که صنعتگرا میتونن برن در ممالک دیگه و طی ساختن کارخونه و کارگاه های کوچیک و غیره و زاله، اکتشاف منابع، سهمی ببرن، سهم اپسیلون و کوچکی ارزنی هم بریزن اونجا که مردمی که اونجا هستن. امروز دیگه اصلا این کارها رو نمی کنه. امروز شما دیگه نمی بینی از این موضوعات. میگم من دنبال می کنم، مثل اون یارو حسن عباسی هست، پاس داره که همه فیلم ها رو همه تحلیلش بر اساس هالیووده، ولی هالیوود نقش داره، نقش جدی داره. هنرمندا هستن، بزرگان هستن، کار میکنن.
تولید میکنه. هفته گذشته در خدمت آقای دکتر میرافتایی بودیم و بیژن اسدی پور رو دیدم. این مرد بزرگ دفتر هنر رو تولید میکنه. بحث بود، صحبت بود، چرا این همه زحمت میکشی و این کار رو تولید میکنی؟ یه دوستی نازنینی گفت اینایی که بیژن اسدی پور در این مجله جمع کرده در دفتر هنر، در مورد چوبک، در مورد فروغ فرخزاد، در مورد اون سه تفنگدار پرویز شاپور و عمران صلاحی و اینها نوشته، گو اینا رو دیگران هم نوشتن، این نوشته های دیگران رو جمع میکنه دوباره به صورت یه مجله شیک وزین میاره در اختیار من و تو قرار میده. چرا این کارو میکنه؟ برای اینکه حس میکنه کمه، برای اینکه حس میکنه مردم نخوندن، مردم نمیخونن، شاید اگر من شکلشو ظاهرشو تغییر بدم برایش جذابتر بشه و شروع به خوندن بکنه. ما هیچ راه دیگه ای نداریم مگر اینکه با کتاب خواندن آشتی کنیم. یه عزیزی بزرگی که یکی دو تا مقاله اینجا به ما داد و ما هم بر روی وبسایت قرار دادیم اونها، بنا به هر دلیلی نامه ای نوشتش که آقا اصلا کسی اینا رو نمیخونه. من هم نوشتم خب اگه نمیخونه شما زحمت نکشتی که برای ما نفرست. گفت نه، من تصمیم گرفتم برم بشینم پای تلویزیون. بهش گفتم این تصمیمت غلطه، شما نویسنده هستی، شما راهی به غیر از کتاب خواندن و نوشتن راه دیگه ای نداری، چی رو بری بخون بخوابی بریم تلویزیون تماشا کنی، چرا باید این کارو بکنی؟ ما هیچ راه دیگه ای نداریم. دوست ما نوشته که بشر اساساً یه موجود سیاسیه، به این معنی که فکر میکنه و بر اساس فکرش انتخاب. علم به تنهایی نمیتواند برای او انتخاب کند، چون وظیفه و فانکشن علم تنها زمینه ساز انتخاب بشر است. چون میتواند انتخاب کند و علم نیز این ابزار را هرچی بهتر و سریعتر در اختیارش قرار میدهد، به همان نسبت هم میتواند در جهت نابودی خودش و هم نوعش انتخاب کند. به قول یه نویسنده نروژی که میگوید انسان تنها موجودی است که برخلاف منافع و بقای خودش رفتار می‌کند، برای کنترل و کانالیزه کردن رفتار چنین موجودی نیاز به ابزاری هست به اسم اخلاق که به زندگیش چارچوب رفتاری و فکری بدهد. این اخلاق رو فقط مکتب‌های فکری می‌توانند ایجاد کنند. دقت کنید یا دقت کن که تا اینجا اصلا نه از خدا و پیغمبر حرف زدم، نه از تمایل همه موجودات برای تعالی و بازگشت به اصل خودشون و غیره. علم به تنهایی نمیتونه، یا بهتره بگم تا حالا نتونسته، از نظر اخلاقی خودجوش باشه. و بعد می نویسه که اون چی که امروز برای من سواله اینه که شاه اسماعیل با شیعه 12 امامی ایران فعلی رو یک پارچه میکنه، اما بعد از اون شاه طهماسب آخوند برای تبلیغات و نوشتن رسالات از خارج وارد میکنه، مثلا از جبل عامل یا اون کرک و اون مناطق و از بحرین. این بابا که خودش یعنی شاه اسماعیل که جدش صوفی سنیه شیخ صفی، پس شاه اسماعیل چطوری با شیعه 12 امامی آشنا میشه؟ وقتی مبلغ یا عالمی برای نوشتن یک رساله وجود نداشته، چطوری هم چیزی ممکنه؟
این آدم میدونی که وقتی که در حقیقت از دوران کودکی اینا در جنگ بودند و طایفه های مختلف با هم دیگه می جنگیدن، 12 سالش که میشه میبرنش در مازندران، در گیلان، یه جایی در یه دهی پنهانش میکنن تحت نظر یه مربی، و بعد در 17 سالگی از اونجا میاد بیرون و حرکت میکنه و برمیگرده و میره شمشیر به دست میگیره و میره، یه مرتبه ناگهان میشه شیعه و تصمیم میگیره ایران رو شیعه کنه و گفتمان شیعه رو ایجاد میکنه با قدرت. گفتمان یکی از راه‌های ظهورش قدرته. از طریق قدرت میتوانی گفتمان ایجاد کنی. حجاب از طریق زور. اومد اسلحه کشید رو سینه مردم، گفت چادر سرت کنی. مثل اون یکی دیگری که باتوم کشید رو مردم، پاسمان رو تو سینه مردم که چادر از کلت ورداری با زور. پس یکی از راه های گفتمان یا دیسکورس بازم زوره. چطوری همچه اتفاقی میفته؟ چطوری یه آدمی که مثلا اصالتاً سنی هستن چطوری میاد ایران میکنه شیعه 12 امامی جعفری فلان بهمان، که مجبور میشن برای تئوریزه کردن ماجرا برن شیعیان رو از لبنان و از همون جایی که شاه فقید ایران محمد رضا شاه پهلوی هم به اونا کمک میکرد، شیعیان لبنان، شاه اونها هم بوده. اما این شاه تما اما یه نتیجه میشه بگیریم از همین ماجرا، و اون اینه که این آخوندهایی که امروز هستن اصلا با اون شیعه ای که اون بابا حرف زده دوتان، اینا ربطی به هم ندارن. برای اینکه اون قبل از اینکه آخوند شیعه بیاره مملکت رو شیعه میکنه. پس یه اعتقادی، یه گفتمانی اون زیر وجود داشته که بر اون سوار میشه و از قدرت زور استفاده میکنه. منشأ روحانیه با منشأ شیعه تفاوت داره. شاه اسماعیل از طرف مادری شاهزاده و نیمه مسیحی است، از طرف پدری به بزرگان عرفان نسب میبرد. عرفان هم در ایران یعنی علی ابن ابی طالب. شاه اسماعیل شاعری بسیار توانمند بود که هم به ترکی و هم به فارسی شعر می سروده. تخلصش خطایی بوده. مادر بزرگ او دو کلیسای بزرگ نیز در ارزنجان می سازد که مرکز بزرگی برای تبلیغات کاتولیک ها می شود. پس می بینی که انگلیسا از همون اول بازی توی این مملکت نقش داشتن، تا امروز هم نقش دارن، هنوز هم نقش دارن. اونا یه وزارتخونه درست میکنن به نام وزارتخونه هند شرقی، وزیر داره تو کابینه. شاه اسماعیل که شیعه رو بدون آخوند میاره و ایران رو شیعه میکنه، میتونه ایران رو یک پارچه کنه، ایران رو دوباره برگردونه. چجوری این کار انجام میده؟ میدونی که دوران ایلخانان مغول است. هر جایی رو یه ایلخانی گرفته،
هر گوشه مملکت رو. این برمیگردونه و ایران رو میسازه. امروز مشکل اینه که شیخ به جای اینکه در کنار شاه قرار بگیره رفته جای شاه نشسته. مشکل از اونجا آغاز میشه که نفهمیدیم، متوجه نشدیم چه اتفاقی برامون داره میفته. یک موضوع جالب هم که هست اونم این داستان همه پرسی کردستان است که میبینم همه راجبش حرف میزنن بدون اینکه واقعا دقت بکنن در اصل ماجرا. این مثل آقای ترامپه. آقای ترامپ هم همه کار میکنه. رفته بود پریشب با اینا نشسته بود حرف زده بود، با سران حزب دموکرات نشسته بود حرف زده بود، با رئیس فراکسیون در سنا و رهبر حزب اقلیت در سنا و رهبر حزب اقلیت در کنگره، یعنی خانم نانسی پلوسی و آقای شومر، مارک شومر که مال سنا سناتور هست، حرف زده بود و اومدن گفتن بله به توافق رسیدیم. بعد اینا گفتن پس چه توافقی؟ گفت نه نه، این حرف زدیم که بعدن بریم، یعنی دبه، نه اینکه این همه زندگیش دبه کرده. راجب هر موضوعی که حرف میزنه دبه میکنه، یه دقیقه دیگه حرفش رو تغییر میده. تمام این مصائبی که برای دیشب میگفتن که چرا پس با حزب خودش که این نمایندگی میکنه، حزب جمهوری خواه، رو با اونا نمیتونه بیاد، گفتش که به دلیل اینکه اون آقای فرض کنید که رئیس مجلس، رئیس کنگره، ایشون در حقیقت رهبر همه جمهوری خواه نیست، بلکه یه بخشی، یه فراکسیونی از جمهوری خواهان رو ایشون نمایندگی میکنه. به این دلیله که حرف نمیتونه با اون حرف بزنه. میدونم یه ذره دارم واتی پاتی حرف میزنم، اما نتیجه میخوام بگیرم که در مورد کردستان هم داریم ما اطلاعات غلط میدیم به مردم، اشتباه داریم میگیم به مردم. ماجرا پیچیده تر از اینه که شما، من شما بتونیم فکر کنیم. از اون طرف نگاه میکنی در ماجرای عربستان و قطر چه اتفاقی داره میفته. عربستانی ها میخوان نقشه ناصر سالهای 50 و 60 رو بازی کنن، بر علیه اخوانی ها حرکت کنن. اونا همواره بر علیه اخوانی ها بودن، اخوانی ها رو خصم خودشون میدونستن. ولی ایران، ترکیه و قطر اخوانی هستن. این حکومتی که در ایران هست حکومت اخوان مسلمینه. دعوای اونا بر سر اینه. انگلیسا در این داستان نفع میبرن، سود میبرن. آمریکایی ها متضرر شدن. به همین دلیلی که میگه برجام نمیدونم روحش رو نقض کرد، فلان کرد. نه. فهمیده؟ اخوانی ها سرشون رو کلاه گذاشتن. انگلیسا سر آمریکایی ها رو در این رابطه کلاه گذاشتن. در مورد کردستان هم ما اشتباه داریم مطلب رو فهم میکنیم. یک مقدمه است. این اصل، این اون انتخاب اصلی نیست. این سرآغاز یه دعواست. هنوز به اصل دعوا نرسیدی. این مسائل حل شدنی است به شرطی که ما بتوانیم با ایجاد همدلی و همفکری به سمت یک اپوزیسیونی
به سمت ساختن یه اپوزیسیونی پیش بروی که مورد قبول مردم در داخل ایران باشه و ما بتوانیم از طریق اون این نظام شیطانی رو به زیر بکشیم تا یکی از پایه‌های اخوانی‌ها رو در منطقه از بین ببریم. اخوانی‌ها حتی به ساداتی که بهشون کمک کرد در دوران بعد از ناصر بهشون اجازه داد برگردن تشکیلات خودشون رو داشته باشن به اون هم رحم نکردن، اون رو هم کشتن. اینا یه چنین موجودات فاسدی هستن. به هر حال وقت به پایان رسید، امیدوارم که برنامه هم مورد توجه شما نازنینان قرار گرفته باشه. تلاش کردم که نکات و رؤوسی از کل چیزایی که تو ذهنم میگذره رو به عرضت برسونم. مطمئنم جوری که شایسته و بایسته بوده نتونستم این کار رو انجام بدم. امیدوارم در طی تکرار و جلسات بعدی بتونیم راجع به فهم دیسکورس چیست، گفتمان کدام است، چگونه شکل میگیره، چرا اخلاق از بالا شکل میگیره، چرا اخلاق مهم است، راجع به اینا بتونیم حرف بزنیم. از همراهید ممنون و سپاسگزارم. لینک های اولا در معرفی میان تیوی کوشا باشید، ما رو به دوستانتون معرفی بکنید. لینک های برنامه تو شبکه های اجتماعی هم از کانال تلگرام و یوتیوب و فیسبوک و تویتر و گوگل پلاس قرار میگیره، تو شادکست و هر جا که زورمون برسه. آدرس ما تو تمام این شبکه ها هست، میهن تیوی عددی، یعنی در اون کانال تلگرام هست telegram.me/mihantv عدد 1، facebook.com/mihantv عدد 1. به فیسبوک بیاید، این کانال تلگرام که فعلا در ایران قابل دسترسی است رو به دوستانتون معرفی بکنید. باز هم ازت سپاسگزارم، درنگی میکنیم و ادامه برنامه رو در خدمت شما خواهیم بود. همراه ما باشید. ممنونم از شما.